خب امروز اومدیم ادامه مستند آقاجاقای مؤمن برای خانومشون رو بسازیم. اینجا هم گل مکانه، یکی از نقطه های ییلاقی و قشلاقی مشهد. در میزنیم، منتظریم که ببینیم که در رو باز میکنه. اومدیم بابت فیلم برداری خدمتون، در رو باز کنیم. سلام 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 حاج آقا عزیز، حاج خانم حالتون چطوره؟ خوب انشالله، سلامتی، زنده باشین. ماشاءالله بهبودی حاصل شده، خودشون دم دست سرپا اومدن استقبال ما، در رو باز کردن به امر حاج آقا. خیلی خوشحالیم. حاج آقا حالتون چطوره؟ خوب انشالله، سلامتی. بفهمین حاج خانم، از زنده نشه در خدمتتونیم. بفرمایید، زنده باشین. بفهمین، خواهش میکنم. داخل به امید خدا انشالله که به همین ترتیب. بفرمایید. نه من میخوام از این ترتیب بگیرم، بعدش بریم، راحت باشین شما. هیچ عجله نکنید. رفتن دارم ببینید چجوریه، مرتبه بریم داخل. بسیار عالی، ماشاءالله بهبودی حاصل شده. حاج خانم خودش با تسلط کافی باید یک دستش از سام بشن، یک دستش ما دستش بگیریم. بسیار عالی. ولی خب داخل خونه تا اندازه دیگه خودش کاری خودش انجام بده. بسیار عالی. رفلن هم زدم که روزا درو پشت بون خودش مره دور تا دور دستش به دیوار میگیره و راه میره. صحیح. ماشاءالله ماشاءالله. اون فیلم قبلی اگه یادتون باشه دیگه هم تو خانه نمیتونی بشینه. بله بله، همه دوستان مشاهده کردن. خب ما هم همراهی میکنیم یه عزیزان رو. این پله ها رو من خودم دارم به سختی میام بالا حقیقتا. باور کنید. ماشاءالله ماشاءالله. بله بریم بالاش. خب من از ویوی محل زندگی حاج آقا مؤمنم، یه قابی بگیرم. فضا رو ماشاءالله دلنشین اینجا ایجاد کردن برای تغییر روحیه حاج خانم. این خانه همسایه قدیمیه که هنوز چیز نشده. بسیار عالی. حاج آقا حاج خانم بذارین راه بره. این دارفتن آش خانم به همین شکل ما بیرون، او دستش عصایه دیگه، الان عصا ور نداشته بوده. بله خودش همینجور دست به دیوار میگیرن، دیوار مزنه میاد دیگه. ولی خب بازار دیوار زمان داریم، برگردید ببینن دارفتن شده. خب به این سمت برگردین آجا. بله بسیار عالی. با هم اشاره که میگیرمش خودش راه میره، ولی ولش کنم میفته دیگه. مثل اینکه خاطرش جمع باشه مو دستش گرفته میشه دیگه، و الا دردی که نداره، هیچ مشکلی نداره، هیچ مشکلی نداره. نه خواهش میکنم بیان خب بسیار عالی. بگین تشریف بیدم پایین. حاج آقا عجله نکنیم، فقط خیلی با احتیاط. آره احسن، خدا خیرت بده. ماشاءالله.
خواهش میکنم. نه خب بفرمایید شما جلو. بفرمایید کسی نیست. بفرمایید. ما این تیکر تو جای آشپزخانه ولش میکنیم که از درقل تا همینجا برید آشپزخانه خودتا دو قدم بیفته دیگه آشپزخانم. سلام سلام احوال شما حالتون خوبه باعث زحمت زنده باشین خواهش میکنم سلامت باشین مرسی خب اینا هم ببینین تا همون سراش خانم بره بشینه که اذیت نشن بعد ما خدمت عرض میکنیم نه نه بذار بره خودش بذار این دو قدم خودش بره این شکلی را رفتن این شکلی بشینه بله ولی اگر یادتان باشه نمیتونست دیگه به هیچ عنوان یا بشینه یا دراز بکشه ما واقعا ممنون زحمت آقای دکترم هستیم ولی خب صحیح الان حاج خانم خوب هستی انشالله بهتر شدی بله زنده باشی بارکلو آقای دکتر بارکلو بارکلو آقای دکتر آقای دکتر اقدر دوست دارم با داریوش اقدر دوست دارم خب بده دارستان بعدیت هم بگو آقای دکتر دیگه چیکار کنه که دیگه شما هم بیرون هم بتونی را بری که دیگه ایشالان مرتنم محتاج ما ایشالان دنیا رو بخورم کار را به خودم بخورم و همه جمعورم همه کس بیان بخنم بسیار عالی احسن حاج آقا مومن بفهمین که ببینید داداش ما در طول این 4 سال کل داریایی که چند تا نسخه بوده آقای دکتر فرستاده حالا نسخه‌هاشو نتونستم پیدا کنم این کل قطعی‌های داریای آقای دکتر در چند نوبر پس من اینا رو بی زحمت من اینا رو بگیرم تصویرشو حاج آقا شما میتونین برین پشت اوپن توضیح کافی رو به من بدین از اون قسمت تشریف ببرین خب این هم داروهایی که مشاهده میکنید دته این چند سال است؟ ای در طول این 4 سال اینا هر کدوم یا 60 تا داشته یا 100 تا داشته اگر معذرت میخوام به گفته ما گلمکانی ها شطور این دارو رو بخور مخوابید ولی به علت ای که اینا شیمیایی نبود و گیاهی بود الحمدلله هیچ طورش نشده بلکه همین تازگی ما چکار کردیم از طریق بهداشت رفتیم آزمایش چکاب گرفتیم خود بهداشت تعجب کرد نه قند داشت نه چربی داشت نه عفونت بدن داشت چون همه داروهایی که ما میخوایم بخوریم کلا برای تمام بدن خوبه و یک تکه کوچیک خدمت عرض کنم که ایشون اوائل که داروها رو میخورد هر چیز دیگه ای که میخورد از معده برمیگشت ما رفتیم دکتر آورد رو سرش گفت بله اینا کار این داروهای زن بزنن بگن داروهایی که از آمریکا فرستادی چیکار میشه حالش به هم میخوره قضا نمیتونه بخوره ما به دیگه دامن ما به قول قدیمی ها پرسنگ زدیم با آقای دکتر این هر چی میخوره برمیگرده این داریا چیه دادی گفت برو به اون دکتر گلمکان سلام ما برسان بگو که ما دارویی که میدیم برای مغزش بهبود پیدا کنه فکر اینم میکنیم و در جریان هستم که این خانم دستگاه گوارشیش چی معده، چی کلیه، چی کبد و امثال اونا که ما نمیدونم برای همه اونا بلکه مفید هست، خوب هست ولی ضرری نداره از این نیست گفتم آقای دکتر ما همه کار کردیم چیکار کنیم این نمیتونه هیچی بخوره ما بکن زحمت شما رو گرفتیم گفت شما یکی از قطعی ها کپسول درست در گفتم بله گفت شما اوره پوستش باز کن، گرداش بریز یک ترستکان آب جوش حل کن بده بخوره 100% پوسته او کپسول این خانم اذیت میکنه شما ببین تا چقدر تجربه دارن تا چقدر میدونن که ما همین کارم انجام دادیم واقعا تعجب کردیم تمام زحمت ها رو ما کشیدیم تمام کارها رو انجام دادیم الان هم متوجه شدن نه ای که ما دستش ما کم بگیریم بلکه هم لباس این ما میگیریم را میگیم بله شما لباسش رو لمس کردی خودش حرکت بله. کرد بله منتها خیلی دلیم هم میخواد که دیگه بعد از 4 سال ما دیگه عمر ما تموم شد به پای خانم زحمت ما رو کشیدیم وظیفه ما رو انجام دادیم بریم دنبال کار ما دیگه خودش حداقل با هم اثر شده با بدون اثر شده الان هم که ما شما رو زحمت دادم پیش از اینکه بیم داخل خانه رفتم بالا به این دلیل که راه رفتن ایشون آقای دکتر ببینه و متوجه بشه که مثلا
چرا غمی تسلط داره برای رفتنش نداره؟ این موردش بود. حالا این هولوهوش 70-80 تا قوطیه. بینندگان امتنن ببینن و حساب کنن اینا هر کدوم 60-100 تا کپسول قرص داخل اینا هست. واقعا خدا شاهد ما اینا همه ممکنه یکی دوتایی کنار افتاده بشه، گم شده بشه، ولی اضافه ابوالفضل ما نکردیم. و چون که قسم میخوریم شاید چند تا از اینا قرص خواب باشه، یعنی 4-5 تاش قرص خوابه، همون قرص خوابی که از همونجا خودشو میفرستن. و این مورد ما و دیگه هم انشالله تا این دفعه دیگه هم دیگه خودش بلکه بتونه همین کاراش انجام بده و پلا آقای دکترم ما دیگه زیاد مزاحمش نشیم. امید خدا دیگه ما نداریم، فقط با خودش صحبت کنین و اگر صحبتی چیزی داره. بعد الان دیگه تا وقت مهمون میاد خب بالا پایین میکنه، نمیذارن این بلند شه بانوان بزرگتریش، ولی روزی دیگه که خودش هست به ما زنگ میزنه که میخوای بیای خونه قلیون درست کنم، چون اینجا رسم همه قلیون تنباکو میشن، چایی حاضر کنه. ولی میکنه ماشاءالله ماشاءالله، اگر بگم مثل اون مرتبه باید بشنمش، باید بلند کنیم، دیدین مخصوصا از جای اوپن ویلش کردیم خودش رو ما بلش هست، ولی بیرون نمیست که بترسه این شکلی. بسیار امر دیگه ای نیست و خب. واقعا ممنون از زحمت آقای دکتر، تشکر از توضیحاتتون، مرسی، ممنون. تا قیامت نوکرشم هستم، ولی دانش که شما میتونم را برو برم به همه جا همه کس مهمون برام بیام، چه خودم وقت خودم خودم بشینم همه کارا رو خودم بکنم. من گذار آقای دکتر هستم، وزیر توا، وزیر توا دکتر، وزیر توا خیلی دکتر 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 خیلی خوبه. مکم آمون گذار شد، خدا عمر به عزتش بده، خدا خیرش بده، خدا عمرش بده، خیلی ازش راضیم، خیلی بگو که ما گل مکنی صحبت مکنیم ببخشیم ببخشیم، ما گل مکنیم وقت الله مکنیم ببخشیم، خیلی ببخشیم، خدا حافظ. یاش خانم اما میگیره، بفهمی. بسم الله الرحمن الرحیم. صحبتی که خدمت بینندگان عزیز داره، ما حول و حوش 2 سال پیشه، ضمن این که ما توی خانه پرستاری که داشت هاش خانم، بازم ما نسبت به خودم کمک بودیم و هاش خانم جمع کردیم. حالا از زحمت هاش خانم بود، از گرفتاری ها بود، شیفر جور بود که یکی از چپ ها نصف شب دیدیم که ناراحتی قلبی می فکر میکنم با ما دست داده و حال نفس کشیدن نداشتیم. خودم تا صبح هم می آمدم بیرون نفس می کشیدم، رفتم داخل وای می استم. تا این که ما صبح به هر شکلی بود ما خود ما رو به درمانگاه رسوندیم، نواری گرفت و گفت که شما با کسی هستی؟ گفتم نه. گفت باید آمبولانس بگیرم شما رو ببرم مشهد. گفتم که مشهد یا چنارم؟ گفت مشهد، کار از چنارم گذشته آخراشه. گفتم ما پرستاری میکنیم، ما مریض داریم تو خونه. گفت تو که نباشیم اونا فکر خودشون میکنن، خوب باید باشی که بتونی کار انجام بدی. خلاصه ما رو با آمبولانس بردن بیمارستان رضوی، 12 ساعت اونجا بودیم، هیچ متوجه نشد. از اونجا فرستادن بیمارستان قائم، هولوهوش 10 شبانه روز ما پرونده درست کردن و تمام انواع و اقسام نوار و آزمایش ها رو انجام دادن، به این نتیجه رسیدن که باید عمل کنن. تا ای که کارهای عمل کارهای اولیهش انجام شد و ما رفتیم پرسیدیم داخل اتاق عمل که دیگه ما خاطر جمع بشیم همون رگایی که گرفته باز کنن، بنده خدای آقای دکتر گفت ما دروغ نمیتونم بگم، ما زمانی کسی رو آنجی میکنیم که رگاش باز باشه، ولی شما سن ازت گذشته و اگر باز شد چی بهتر، اگر باز نشود ما مجبوریم اونجا دیگه بدون که به شما بگم قلب باز هم انجام بدیم. ما گفتیم که خیلی خوب، پس با اجازه تا قلب باز انجام نمیدیم و اجازه بدیم کفشوی ما رو بدیم تا از تخت بیم پایین. اصرار از اونا و جواب ردم از ما، گفتم که امکان نداره میم پایین. ولی خب آقای دکتر که تو بیمارستان بود، حالا همون لحظه هم قبول دارم ناراحت شد، ولی توقع دارم که دکتر غیر از مایه صحبت کردنش، نشستنش، برخواستنش، همه جور برداشت به ما گفت آقای مؤمن این مرتبه دیگه اگر شما بیاید اینجا، به اینجا نمیگه مدینه، عوضی که بیاید اینجا کجا میری؟ گفتم نه. گفت میری به شرزا، چون نذاشته عملیت کنی.
خب این خیلی کلمه زننده زشتیه، برای از یک به نظر ما برای یک دکتر واقعا زشته که به مریض بگه چون عمل نکردی و نذاشتی ما کاری که دلم میخواد انجام بدم، این مرتبه دیگه به جایی که بی بیمارستان میری به ایش رضا. و ما گفتم اختیار خودم دارم، اختیار جونم دارم و نمیذارم عمل کنیم. ما آمدیم به این آقای دکتر وزیری تباه که دکتر همزمان هاش خانم ما بود، زنگ زدم آقای دکتر ماجرای ما از این قراره. گفت که حالا میگی شما 10 روز خوابیدی، حالا میگی بلا فاصله مدارک هایی که تو بیمارستان ازت گرفتن به هر شکلی که شده بری ما پست کن. ببخشید با عزت ما بشینیم. بفهمین شما عذیت نشین دیگه. بفهمین بشینیم. راحت بشین شما. بعد خدمت شما عرض بشه ما آمدیم و دار مدارک ها رو فرستادیم تهران برای آقای علی خانی که یکی از پرسنل آقای دکتر بود. اینا از اونجا فرستادن آمریکا و آقای دکتر تا آخر شب به ما زنگ زد که شما کجای الان؟ گفتم ما تو اتاق داشتم خوابیدم. گفتن که داروی مدارک شما رو ما همه رو نگاه کردیم، هیچ مشکلی نداره و نیاز به عمل هم نیست، چون دریچه قلب شما کوچیک شده. ما با داروی که به مردم میدیم، به همه مردم میدیم، همون داروی هم، نه که بگم داروی شما رو عوض میکنیم، همون داروی هم که نسل نیاز برای شما هست مفرستم و با داروی گیاهی خوب میشی. حالا اگر مخی بفرستم، گفتم آقای دکتر ما الان تو بیمارستانه، شما مفرمایین دارو نیاز داریم، نسخه هاش خانم ما هم از 3 تومن 4 تومن همه بالا بوده و پایین نیست، خب حتما دارو ما هم همین قیمته، پس اجازه بدین ما بریم پول تهیه کنیم. فرمودن شما نظرم ایه تا داریا نیامده براد از بیمارستان اگر حلت هم دادن نرو بیرون، وایستا تا داریا بیاد، اگر سرمت هم قطع کردن وایستا، اگر حالت به هم بخوره وظیفه اونا یا اونا برسن باید همونجا. ما سعی میکنم به مدت 1 هفته دارو را اوجانسی برای شما بفرستم و به این مدتی که شما در تماس بودی با ما اینقدر واقعا شناختمت که مؤمن شما هستی و به تمام معنا قبولت داریم. پول مطرح نیست، بلکه ای که ما میتونیم یک نفر از مرگ حتمی نجات بدیم او برای ما مطرح. خدمت شما عرض بشه که دارو را فرستادم و این داروی هم که میفرمایید میبینید مشاهده میکنین کل همون دارویی که بوده تو همین کارتون بوده آمده برای ما و دوره اینا 6 ماه بوده. بعد از 6 ماه که تموم شده ما رفتیم مشهد پرده دکتر و متخصص قلب. گفتم آقای از دروغ گفتم البته، چون به تو دروغ نگی نمیشد. آقای دکتر ما 6 ماه پیش آمدیم پهلو شما این داروها رو به ما دادی و تمام شده، میخوایم حالا یک نسخه دستور بفرمایید که اکو تست ورزش این نوار بگیریم ببینیم چی شده. این بنده خدا نسخه داروها رو نگاه نکرد که چه دارویی بوده که داده چی اینجوری خوب شده ما. بعد از اینکه مدارک ها حاضر شد با مدارک 6 ماه پیش مطابقت کرد، گفت این دارو ما به شما نداد. گفتم آقای دکتر ما دروغ میگم؟ گفت ما نمیدونم دروغ میگی یا راست میگی، مؤمن که هستی با خنده، ولی این دارو بی نهایت خوب کرده، یعنی الان شما از آدم سالم شدی، 6 ماه پیش در حال موت بودی، چجوری میشه ما این دارو به شما داده بشیم؟ نسخه که نگاه کرد گفت یک چند قلم از اینا به اینجا پیدا نمیشه و فکر میکنم از جای دیگه هم. ما واقعیت گفتیم که آقای دکتر اینجوری بوده برنامه خانم ما و ما هم زنگ زدیم بهش گفتن عمل نکنیم و ما میداریار خوردیم، حالا مخواستیم بعد از 6 ماه ببینیم چی شده. گفت واقعا دستشون درد نکنه، خیلی عالیه، شما دیگه جوان شدی، شما قلب شما با قلب پسرت هیچ فرق نمیکنه، دیگه بر داماد بشو بشوخی، هیچ مشکلی نداری. و الان هم الحمدلله ما از مشهد که میخواییم بیم گل مکان از این پلای هوایی هست تو جاده که ما خیلی مزبو برای جاده بیمی برای جاده یک در میون پلار میون بالا داشت، میگم که شاید قلب ما بگیره، میبینیم نه خبری نیست الحمدلله و شکر خدا خوب شدیم بدون عمل و ماجرای ما هم از این قبیل بوده. ممنون آقای دکتر هستیم نسبت به این مسئله قلب ما که دارو دادن و بدون عمل این پیری خلاصه تیکه پاره نکرده خودمان و خوب شده و هیچ مشکل دیگه هم نداریم. الان حاج آقا از مشهد تشریف آوردن و خدمتتون عرض بشه هیچ حرف صحبت دیگه هم نداریم، سلامتی و تمام
پرسنل آقای دکتر در این موارد دارویی مردم واقعا کمک میکنن و همگی دستشون درد نکنن و خیلی هم از همشون ممنونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.